امروز 25 محرم است، سال روز کشته شدن محمد امین پسر هارون الرشید. وصف توصیفات این حاکم عباسی را در کتابها خوانده‌ام و در فیلمها دیده‌ام. آیا محمد امین این شاه جوان مغلوب زیاد خواهی یا طمع یا صفاکی یا خودخواهی خود شد؟ جواب این سوال را فقط در تاریخ میتوان یافت. پس بهترین فرصت بود که به بهانه سال روز مرگ این شخصیت در تاریخ به کنکاش بپردازم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، به تقویم 25 محرم خوش آمدید. امروز مصادف است با کشته شدن محمد امین پسر هارون الرشید. با ما همراه باشید. امین در شوال سال 170 هجری در رصافه دیده به جهان گشود. تولد او 6 ماه بعد از برادرش مأمون بود. وی به دو کنیه ابو عبدالله و ابو موسی معروف گشته. مادرش زبیده دختر جعفر ابن منصور بود. از خصوصیات نسبی امین هاشمی بودن پدر و مادرش است که در هیچ یک از خلفای بنی عباس دیده نشده است. این چنین او را وصف کرده و میگویند از نظر چهره او یکی از زیباترین جوانان به شمار می رفت. او سفید چهره و قد بلند و دارای قدرت و شجاعت بود و گفته شده یک بار با دست خیش شیری را کشته است. وی فردی فصیح و بلیغ و ادیب بود. وی با وجود این اوصاف فردی اسرافکار، ضعیف الرأی و بداندیشه بود و لایق امارت و حکومتداری نبود. امین 5 سال بیشتر نداشت که پدرش او را به عنوان ولیعهد خیش قرار داد. ناگفته نماند که مادرش زبیده که دختر عموی هارون الرشید بود، گام اساسی را برای این امر گذاشته بود. وی از زنان با استعداد و باهوش دوران خود به شمار می رفت. هارون الرشید 3 فرزند خود امین و مأمون و قاسم را بدین ترتیب ولیعهد خیش قرار داد و حکومت خیش را میان آنها تقسیم کرد. او در این تقسیم خراسان را به طور کامل در اختیار مأمون قرار داد و شبه جزیره را در اختیار قاسم و عراق را برای امین قرار داد. وقتی هارون به خاطر بیماری در طوس وفات نمود، همه قلمروی اسلامی بدون هیچ گونه خلاف با امین بیعت کردند. اما مأمون در آن هنگام برای اجرای دستور پدرش، یعنی دفع شورش در خراسان، به سر می برد و از حضور در مراسم بیعت با امین عذر طلبید. دوران امین آکنده از فتنه ها و ناآرامی ها بود. هنگامی که بین او و برادرش مأمون فتنه و نزاع وجود داشت، آتش مخالفت ها و شورش ها در بلاد شام به وسیله علی ابن عبدالله ابن خالد ابن یزید ابن معاویه معروف صفیانی شعله ور شد. او کسی بود که مردم را به سوی خیش فرا می خواند و پس از بیرون کردن عامل امین، دمشق را اشغال کرد و چیزی نمانده بود تا ادعای استقلال نماید. امین برای دفع این شورش لشکری را به رهبری حسین ابن علی ابن عیسی ابن ماهان به دمشق فرستاده، اما به خاطر نابسامانی های بغداد پیروزی چندانی حاصل نکرد. بدین صورت دمشق چند سال در اشغال به سر می برد. امین فضل ابن ربیع را وزیر دربار خیش قرار داده بود. او در سال 196 هجری هنگامی که پیروزی امین را در فتنه ها ضعیف دید، از دید عموم غایب شد. به غیر از او کسی دیگر به عنوان وزیر امین در کتب نام برده نشده است. اما از مردان مهمی که در دربار حکومتی امین نقش داشتند و خلیفه بر آنها اعتماد کرده بود، میتوان عباس ابن فضل ابن ربیع را نام برد که مسئولیت دربانی خلیفه را به
به عهده داشت. همچنین بکر ابن معتمر دیوان خاتم را اداره میکرد. از دیگر مردان حکومتی در دوران امین علی ابن عیسی ابن ماهان و حسین ابن علی ابن عیسی بود که پدرش علی ابن عیسی در جنگ های ضد طاهر ابن حسین کشته شد. هر دوی آنها در وفاداری نسبت به امین ضعیف بودند، تا جایی که حسین ابن علی ابن عیسی چندین بار علیه خلیفه برگشته و هر بار غدر و خیانت جدیدی پیاده میکرد. وی در پایان توسط سربازان امین دستگیر شد و او را به قتل رساندند. همانطور که قبلا بیان شد، رشید در یک تصمیم رسمی ولیعهد را تعیین کرد و خلافت را پس از وفات خیش و امین مأمون و قاسم سپرد. اما امین پس از وفات پدرش از این عهد و توثیق تخلف ورزید و مأمون و قاسم را خلع کرد. و برای فرزندش موسی به عنوان جانشین بعد از خود بیعت گرفت. کتابی که به وسیله پدرش در آن عهد خلافت پس از وی نوشته شده و در کعبه آویزان شده بود به دستور او به سرقت برده شد. وزیرش فضل ابن ربی تأثیر مثبتی در قدر و عدم وفای به این عهد داشته است. ابن اسیر در کتاب خیش علت این امر را فضل ابن ربیع می داند و می گوید چون فضل ابن ربیع از سفر طوس برگشت، امین را وادار کرد تا مأمون را خلق و فرزند خود موسی را ولیعهد کند و برای او بیعت بگیرد. محمد امین چون این عزم و اراده ای نداشت، ولی او وادارش کرد چون فضل ابن ربیع می دانست اگر کار به دست مأمون افتد از او انتقام خواهد گرفت. امین با این کار خیش باب فتنه و نزاع با برادران خیش را باز کرد. امین در سال برادرش قاسم را از ولایت داری جزیره عزل و خزیم ابن ثابت را جایگزین او کرد. این امر سبب شد تا باد زبال و نابودی که بر ملک او شروع به وزیدن کرده بود تبدیل به گرد بادی سهمگین شده و سلطنتش را از ریشه درآورد. در دوران خلافت امین جنگ های فراگیر با روم صورت نگرفت. در این دوره روم نیز مانند مسلمین مشغول جنگ های داخلی بود و هیچ یک از دو دولت آمادگی و توان نظامی برای جنگیدن را نداشت. در زمان به خلافت رسیدن امین هنوز حرکت رافع بن لیث که شورشی علیه حکومت عباسیان شمرده می شد استوار و پایدار بود. اهل حمص بر عامل خیش اسحاق ابن سلیمان که امین او را والی گردانده بود شورش کرده و او نیز به شهر سلیمه انتقال داده شد. امین نیز عبدالله ابن سعید و ابن سلیمان را به آنجا فرستاد و افراد متعددی از شهر حمص را که در این حرکت دست داشتند به زندان انداخت. امارات موجود در عهد امین همانی بود که در عهد پدرش وجود داشته و دولت خوارج سفریه و عبازیه کماکان در مکان خود استوار بوده و ابو منصور یسیع ابن قاسم و عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم که از رؤوس خوارج سفریه و عبازیه بودند در مناطق تحت اشغال خیش حکمرانی می کردند. امویان نیز در اندلس امرشان قوت گرفته بود و حاکم وقت آنان در آن زمان هشام ابن عبدالرحمن بود. از طرف دیگر در قیروان دولت ابراهیم ابن اغلب قوت گرفته بودند
که در سال 195 هجری عمران ابن خالد تمیمی علیه او شورش کرده، اما این شورش به شکست انجامید و سرانجام در سال 196 هجری ابراهیم ابن اغلب وفات نمود و پسرش جانشین او گشت. به همین صورت امارات مستقل در عهد مأمون در جناح غربی دولت اسلامی پابرجا بود، ولی اغلب ولایات از شرق تا غرب تحت سیطره کارگزاران عباسیان بود. هر چند خوارج و عمالشان در قیروان دولت عباسی را در بغداد تهدید می‌کردند، ولی دشمن اصلی عباسیان امویان شمرده می‌شدند که در بلاد اندلس رشد روزافزون یافته بودند. امین عمر طولانی نداشت. او تنها 4 سال و 8 ماه پس از نشستن بر کرسی خلافت توسط سپاه مأمون که به رهبری عبدالله ابن طاهر بود کشته شد. امین در آن زمان 28 سال داشت. مورخان بسیاری در تحلیل این فتنه خود امین را مقصر می دانستند، چرا که برادرانش را از ولیعهدی خلق کرده و پسر خیش موسی را ولیعهد گرداند. این فتنه به نوبه خود سبب شد تا از منزلت شهر بغداد که محل کسب علوم و فنون و تجارت بود کاسته شود و از جهت دیگر به زحف و عدم انسجام مسلمانان انجامید. وقتی امین به قتل رسید، عبدالله ابن طاهر سر او را نزد مأمون فرستاد و اوضاع ناآرام آن زمان را برای خلافت مأمون آماده کرد و به شهرها و مراکز اسلامی نامه نوشت و آنها را از قتل امین آگاه ساخت. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های تقویم شیعه رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. تا برنامه بعد، یا علی و خدا نگهدار. دوران محمد امین، دوران آشفته و در هم آمیختگی قیام ها و شورش های متعددی بوده و جدا کردن حق از باطل در دوران خلافت او کار مشکلی است. اما به هر حال شواهد و قرائن گواهی بر خوشنامی وی نمی دهند. او را به اشکال مختلف توصیف کرده اند، اما او مغلوب جنگ برادرکشی شد. واقعاً این مسند خلافت چیست که برادر بر سر بریده برادر هلهله می کند؟ مگر اینان چه لغمه ای خورده اند و به چه شیوه تربیت شده اند که برای بقای حکومت خود حیات دیگری را به خطر می اندازند؟ امروز برای لحظاتی متاسف شدم، نه برای محمد امین بلکه برای بشریت، چرا که هنوز هم مثال حابیل و قابیل زندگی می کنیم.